درود بر شما دوستان گرامی، وقتتون بخیر. امروز توی این ویدیو میخواییم به جمله پیشین بپردازیم، ببینیم درست هست یا نه. این جمله رو وقتی گذاشتم روی اینستاگرام، بسیار از دوستان گفتن که سی اشتباهه، باید بگیم واچ. ولی واچ اگر بذاریم جمله رو خرابترش کردیم، جمله خیلی بدتر شد. اوکی، اینجا مسئله ما شاید با سی بتونیم بگیم جمله درسته، منظورش اگر بگیم مثلا منظور دیگری داشته. حالا براتون توضیح میدم. ببینید، تئاتر و تئاتر دو تا واژه هم معنی نیستن. اوکی، واژه تئاتر یه معنی خاصی داره تو زبان انگلیسی که وقتی اومده تو زبان ما معنیش عوض شده. ما به اجرا، به نمایش، به اون بازی که انجام میدن میگیم تئاتر. مثلا میگیم دیشب رفتیم تئاتر دیدیم. حالا اینو بخوایم انگلیسی کنیم چی میشه؟ We saw a theater یا We watched a theater. نه، ممکن نیست، این همچین معنی نمیده. تئاتر دو نقطه ما تو زبان انگلیسی میشه play. پس تئاتر انگلیسی چی میشه؟ تئاتر THE که با THE رو میشه، تو زبان ما چه معنی میده؟ میشه سالن نمایش. اوکی؟ وقتی یه نفر تو انگلیسی از تئاتر حرف میزنه، داره از سالن نمایش حرف میزنه، داره از استیج حرف میزنه، داره از اون مکانی که توش این برنامه اجرا میشه حرف میزنه. و اگر میخواد از خود تئاتر حرف بزنه، از اون نمایش صحبت کنه، مثلا رومئو و جولیت بوده یا نمیدونم مکبث بوده یا هر چیزی، میگه It was a good play. نمیگه It was a good theater. اگه میگه It was a good theater، میگه که ساختمان قشنگی بود، سالن نمایش قشنگ خوبی بود. اگه میگه It was a good play، میگه تئاتر خوبی بود، یعنی نمایش، یعنی اجرای خوبی بود. پس این دوتا واژه، با این که در واقع اون واژه رو ما از انگلیسی وارد زبان خودمون که کردیم، معنیشو عوض کردیم. این دوتا هم معنی نیستن. حواسمون به این موارد باشه. به این ترتیب تئاتر مکانه. پس شما میتونید بگید مثلا سارا رفته که اون مکان رو ببینه. سارا went to see a theater. آره، رفته مثلا سالن نمایش رو ببینه، ببینه مثلا میتونه اینجا اجرا کنه یا نه. آها، شاید این درست باشه، ولی واچ اصلا شما نمیرید یه مکان رو واچ کنید. اوکی، پس تئاتر چون مکانه، واچ بهش نمیخوره. پس ما میتونیم بگیم جمله همین جوریش درسته، سارا رفته یه مکانی رو ببینه. اما نه، اگه ما خواستیم بگیم یه اجرای یه نمایشی رو مثلا رفته ببینه، وقت باید بگیم to see a play. اوکی،